سلام برابکس، من دنی سعادتی ام. اینجا بلایند دیت استانبوله. یه دختر پسری که تا حالا همدیگر رو ندیدن باید با همدیگه دیت کنن، ولی بینشون یه دیواره و تا آخر این برنامه همدیگر رو نمیبینن و من یه سری سوال ازشون میپرسم و بچه ها با همدیگه صحبت میکنن و آخر بازی دیوار از بینشون برداشته میشه و باید ببینیم از همدیگه خوششون میاد یا نه. خب بچه ها میخوام که خودتون رو معرفی کنید ولی سنتون رو نگید. سلام، من کیمیام. مرسی. شما؟ سلام، منم ارشیا هستم. رشته تحصیلی و حرفه کاریتون؟ رشته من فشن دیزاینه، برای اینکه کارم ترید و کلن کار سوشیال مدیا منیجرم انجام میدم. من گرافیک خوندم، الانم در حال حاضر تتو آرتیست هستم. کیمیا برونگرا یا درونگرا؟ میانگرا. یعنی چه جوری مثلا؟ یعنی یه سری چیزا رو خیلی برونگرام، یه سری چیزا رو نه. خب درونگرا. بله. تو چی؟ کاملا برونگرا. از همه نظر کلا درون کلا معلومه، هر حالی که باشم همه میفهمن. از رابطه چه خواسته ای داری معمولا از رابطت؟ بیشتر بحث همون لویالیتی و اینکه طرف خیلی بهش اطمینان کامل داشته باشم. بیشتر بحث اینه که توی رابطه کنار کسی که هستی بتونی از اون دغدغه‌های زندگیت به دور باشی، وقتی پیش اون آدم هستی بتونی کلا همه چی رو بذاری کنار و اینکه یه تایم خیلی خوبی داشته باشی باش. از چه غذایی بدت میاد؟ من از خیلی غذاها، ماهی و خیلی بدم میاد ازش. من از غذای شیرین بدم میاد، مثلا شیرین پلو، خورش کرفس، متهم فراز خورش کرفس. ولی شیرین نیست. نه، ولی غذای شیرین دیگه هم گفتم. آره، ولی خورش کرفس اولینش. خیلی بد. افتضاح. اینجا به بچه ها گفتیم که برای همدیگه غذا سفارش بدن. بریم ببینیم نظرشون راجع به غذاهای همدیگه چیه. خب بچه ها، اول قبل از اینکه چشاتون رو باز کنین میخوام از بوی غذاهاتون حدس بزنید که چه غذایی الان جلوتونه. فکر کنم غذا ایرانیه. غذا ایرانی بودنشو که 100% مطمئنم. یه بوی کباب تورینا هم میده، مثلا نمیدونم حالا چه کبابی، ولی خب کاملا ایرانیه. هرچی هست تو کارت راحت بود با من. حدس، یه حدسی بزن بین کبابا. یه برگ میده فکر کنم. تو چی هرشی ها؟ من میشه یه ذره نزدیک تر باشم به غذا. احساس میکنم که ایرانی نیست. نیست. آره. چی حدس میزنی باشم؟ نمیدونم، هیچ ایده ای ندارم. یه ذره دیگه میشه. یه حالا که حدس زدم یه لحظه آخه بویی نمیاد، نمیدونم. خب اوکی، دوتاییتون برداریم، برداریم. بذار بردارم، بذار بردارم. آخ، رستورانش هم میتونم هست. خوب بزنم. سوشی. مرسی، سوشی. دوست داری که برگ؟ آره، سوشیه. فکر کنم سوشی ویگن هم باشه، نه؟ نه، سوشی میگوه. سوشی میگو. آره. دوست داری شریمپ؟ خوردم یه چند باری ولی سوشی باز کنم طرفدارش نیستم، ولی اونجوری هم نیستم که بگم وای سوشی بدم میاد. سویا اگه قشنگ ایکسش کنی خیلی خوشمزه میشه. آره، حالا سویا هم هستش اگه احتیاج بیارمش. حالا جوین میکنیم سویا. سویا هم یه ذره دیگه مثلا بیاریم تو داستان. نوشیدنی؟ نوشیدنی و موهیتو. موهیتو کیمیا دوست داشتش واسه شما یه دوغه. آخه با کباب یه چیز دیگه جالب نمیشه، واقعا یه چیز دیگه جواب نمیده. آره، دوغ دوست داری؟ اوکی. آره، خوابم میگیره وقتی تو چی؟ آره موهیتو رو هستم، خیلی خوبه واسه موقع نهار این غذا رو بخوری، روش دوغم بخوری، بگیر آدم بخوابه، بری به سمت سرنوشت. تو چی با موهیتو؟ اوکی. آره با موهیتو اوکی. به خدای غذای خوزه باشم نمیتونه اوکی نباشه. نه خدای جفتتون خوب غذای سفارش دادی. مرسی. من بهتر واسه دیت، واسه شام من بهتر. آره واسه شام تو واسه قرار دهم واسه سفارش میدادی رو داداش. ولی برگه به هر حال. آره. آره، نه هدف این بودش که غذای مورد علاقتون چیه و اینکه حالا جفتتون هم باهاش اوکی. اگر که یه روز صبح تا شب با پارتنرت باشی دوست داری که چه کارهایی بکنی؟ مثلا هم شهر بازی، خرید، رستوران، چه خیابون دیگه، تجربه های بامزه که خوش میگذره. تو چی؟ من دوست دارم برم چیزایی تجربه کنم که تجربه کنم، چیزای هیجان انگیز. یعنی کلا مثلا دوست دارم
یکی که به عنوان پارتنر من هست یه کاری کنه که منو به هیجان بیاره. یعنی چه میگم؟ یه کاری بکنه که بگه آقا بریم این کارو بکنیم که من به هیجان بیفتم. میگم ایول بریم این کارو بکنیم، کار باحالیه. کلا هر کاری میتونه باشه، همون شهر بازی میتونه باشه، نمیدونم بیرون رفتن میتونه باشه، یه جای جدید رفتن میتونه باشه، حتی راه رفتن تو خیابون هم یه سری موقع میتونه هیجان انگیز باشه. چه سبک موزیکی دوست داری؟ خیلی موزیکای قاطی پاتی گوش میدم، یعنی اصلا نمیتونم بگم عاشق این سبک. تو تنهایی خود ترجیح میدی چی؟ چی که فکر کنی، یا هم مثلا از روی گوگوش میره روی هیپاپولوژیست بعد از اون میاد روی درک اینجوری. اصلا پلیلیست مشخصی ندارم. تو ایرانیا یه خواننده مورد علاقت، حالا فرق من رپ پاپ هر چی؟ مهراتیدن. تو خارجی ها؟ تنتاسیون. تو چی؟ تو چه سبک موزیکی؟ من هم همونجوری اکثرا قرقاتی گوش میدم، نمیتونم بگم یه سبکو همینجوری دنبال میکنم، نه، ولی گوش میدم دیگه. یا مثلا راک گوش میدم، بعد میرم کلاسیک گوش میدم، بعد یه لابلاش رپ گوش میدم که حالم بد نشه. خواننده مورد علاقه ایرانیت؟ خواننده مورد علاقه هم یکی شیدنه، ولی توی رپ مثلا بخوام بگم هیچکس دیگه. مثلا توی سبکای مختلف میتونی یه دونه رو انتخاب کنی. آره. دیگه همه اینا در کنار هم آناتما رو انتخاب کنی. آناتما رو تو قرار اول طرف مقابلتون چی کار بکنه کنسله؟ این حول بازی ها هست، به دخترها نگاه کنه، راجع به اکسش حرف بزنه، اینا کنسله. احترام نتونه قائل باشه دیگه واسه یه فرد. مثلا تو وقتی با یکی میری توی دیت یا دعوتش میکنی به یه دیت، انتظار داری که همون احترام مقابله از اون آدم داشته باشی که آقا به هر حال تو با یکی میری دیت یه امتحانه دیگه، میری اون آدم رو امتحان کنی ببینی چه جوریه. ولی خب تو اون امتحان آدم باید درست رفتار کنه، چه میدونم مثلا بگی درست صحبت کنه، درست رفتار کنه با اینکه حتی خوشش نیاد، تو از اون طرفت خوشت نیومده به هر حال، ولی موظفی که یه تایمی رو با اون آدم بگذرونی به خاطر اینکه دعوتش کردی. یک ساعت دو ساعت توی کافشاپ یا رستوران یا هر جای دیگه ای موظفی که احترام اون آدمو نگه داری، درست باهاش صحبت کنی. و اینکه نمیگم بفرمایین تو رو قرآن بشینین و نه اینجوری نه، ولی خب احترامه برقرار باشه دیگه. من از همه این خیلی سه مهمیه. یعنی اگه طرف اصلا یه چیزیش تو مخت هم باشه اصلا حال نکنه، ولی اون تایمو قطعا احترام هم میذارم. تو چی؟ تو مثلا اگه خیلی بره تو مخت اینجوری هست یه پاشی بری مثلا یا بپیچونیش و اینا، یا نه مثلا میمونی؟ میمونم ولی نه خیلی، مثلا یه بهونه پیدا میکنم محترمانه ولی میرم. یعنی یه جوری که خودشم نفهمه که آیا ناراحت شدم یا واقعا کاری واسم پیش اومده که دارم میرم. طرف هم رو هوا بمونه، ماها رو هوا خوشک شده بنده خدا. آره. کلا خط قرمز تو رابطه چیه یا چه چیزهاییه؟ بزرگترینش اینه که با کسی که تو رابطه بودم یا توی رابطم سمت دوستان بره، یعنی کوچکترین بحثی که پیش بیاد یه چیزی بخواد بره سمت دوستای من. یعنی حاضرم اگه طرف میخواد بهم خیانت کنه، حالا یا ما اصلا یه تایمی جدا شدیم کلا تموم شد اون رابطه، طرف میتونه با هر کسی وارد رابطه باشه جز دوستای نزدیک خودم. خیلی این مسئله واسم مهمه، نه خودم این کارو میکنم نه دوستم کسی این کارو بکنه. خب بعد مثلا اگه بخواد این کارو بکنه مثلا چه جوری مثلا جلوشو میگیری یا چیکار مثلا میکنی؟ بکن مثلا طرف داره میره مثلا دیگه کلا میذارمش که واقعا اگه مثلا آخرین راهی هم واسه برگشتش حالا در آینده وجود داشته باشه دیگه کلا تموم میشه. تو چی؟ اینکه طرف مقابل بخواد منو خر فرض کنه و بیاره یه کاری بکنه و فکر کنه که من اون کارو نمیفهمم یا روحم هم از اون موضوع خبردار نمیشه، این خطا بره. چی مثلا تو چه چیز بخواد بگم؟ یه کاری بکنه، یه جایی بره، یه حرفی بزنه با یکی، یه حرکتی بزنه یا هر داستانی، دروغ بگه بهم، خیان، همه اینا جزء این موضوع حساب میشه. دروغ گفتن، خیانت کردن یا هر داستان دیگه. اینکه طرف آقا من میگم توی رابطه شما از این رابطه راضی نیستی، میخوای بری با یه نفر دیگه، روکو پوستیانده بیا بگو من میخوام برم با یه نفر دیگه، من دیگه به تو حس ندارم، دیگه با تو حال نمیکنم، میخوام برم با یه آدم دیگه. اونجوری خیلی قشنگتر تموم میشه تا اینکه تو بری با یه آدم دیگه و فکر کنی اون آدم نمیفهمه و اون آدم بفهمه. خیلی بدتره به نظر من. اگه بخوای یه سوال از کیمیا بپرسی در رابطه با خط قرمزش چی میپرسی؟ الان این چیزی که گفتش که با دوستای من به هیچ عنوان نمبر تو رابطه، یه رابطه‌ای تو داشتی با یه آدمی خیلی کوتاه بوده، مثال دارم میگم یه ماه دو ماه، بعد یه ماه دو ماه تو میبینی اون آدم با یکی از دوستای تو خیلی مچ داره، خودت میفهمی که این دوتا آدم با همدیگه خیلی مچن و با همدیگه میخونن، باز میگی نه بهشون؟ من 100% جفتشون رو میذارم کنار. اگه اون دوتا نفر با همدیگه از اول مچ بودن، بعد از اول اونا با هم اوکی میشدن.
چون که مثلا رو درواسی که طرف نشه، خب از من خوشت اومد اومدی با من، بعد داری با دوستم اوکی میشی، خب این نمیشه. اگه با دوستش هم کشته شد یا یه دوست دیگه شد اینجور پله 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 به پله نبوزی میشاده دیگه مثل به فک و فاک دقیقا امرو پسر خاله بود مثلا دیگه مثل به خونواده دختر خاله دیروز مخ دختر خاله هم زد. خب راجب صحبت هایی که ارشیا کرد تو نظرت چیه؟ من حرفاشو کامل قبول دارم. من نظرم چیز عجیبی نگو. سوالی که دارم اینه که خودش چقدر تو رابطه طرفشو محدود میکنه، شاید یه سه وقتا این دروغ مصلحتی باشه. یعنی مثلا نظری طرف با دوستای دخترش حتی بره بیرون، بعد دختره به خاطر اینکه حالا هم دوستاشو بتونه داشته باشه هم دوست با سرشو دروغ بگه. یعنی چقدر محدود میکنی پارتنرتو؟ من هیچ محدودیتی واسه پارتنرم نمیذارم. هر کاری دوست داره میتونه بکنه. یعنی واقعا هر کاری دوست داره میتونه بکنه. بستگی به خودش داره که اون آدم توی اون رابطه چقدر وفاداره و چقدر خودشو میتونه نگه داره تو اون رابطه. تو همه چی بستگی به اون طرف داره. به تو نمیتونی یکی رو به زور نگه داری. دقیقاً این همون ماهی است. تو هر چی بیشتر فشار بدی، زودتر از تو دستت میپره بیرون. بعد اینجوریه که من کاملا آزاد میذارم، میگم تو میتونی بری بیرون، تو برو، حتی کلابتو برو، با دوستای پسرت، با دوستای همونجوری که من دوستای دختر دارم، دوستای پسر دارم، تو هم میتونی داشته باشی. من کسی نیستم که بتونم تو رو منع کنم از این موضوع. نه پدرت هم، نه مادرت هم، حتی پدر مادرت هم نمیتونن تو رو از این موضوع منع کنم. من کی باشم که بخوام تو رو منع کنم؟ یه تایمی بابا همین فقط. باز میذارم، اون آدمو باز میذارم که ببینم چه کارهایی از دستش برمیاد و چه ریاکشنایی تو چه جاهای مختلف نشون میده. شاید یه سری جاها رو من خودم ببرمش، از قصد ببرمش اونجا که ببینم تو اون لوکیشن چه ریاکتی نشون میده، چه رفتاری انجام میده. من اصلا آدمی نیستم که بخوام محدود کنم پارتنرم. تو چی؟ تو پارتنرتو محدود میکنی؟ کاملا چیزی که گفتم مخالفم. جدی؟ دوست صمیمی دختر تا یه جایی. من اصلا پارتنرم بذاره با دوستای صمیمی پسرم حرف بزنم مشکل نداره، حرف میزنم. ولی بگه با دوستای پسر تنهایی برو بیرون، اصلا اون پارتنر رو نمیخوام. تو با دوستای پسرت بری بیرون، شاید من به دوست پسرم واقعا حسی نداشته باشم، شاید یه دوست پسر دیگه ای داشت دوست پسر من که ما همو دیدیم اونجا، اصلا ناخودآگاه یه چیزی شد. ولی اگه دوست پسر من با من باشه هیچ وقت اون اتفاق نمیفته. در این صورت من اصلا قبول ندارم که کاملا آزاد باشه. نارا اصلا قبول ندارم. بیرا هم نمیگه ها. بگم من یه موضوعی رو. آره. تو پارتنر با یه نفر توی رابطه هستی و اینکه اون پارتنرت میگه که آقا همچین برنامه ای هست، من دوستای پسرم گفتم امشب بیا بریم کلاب، یا هر داستان دیگه، یه سری دوستای دیگه شون هم هستن بیا بریم کلاب، قطعا اون پارتنر تو اون رابطه به نظرت انتخاب میکنه که بمونه پیش دوست پسرش یا با یه اکیپ پسر دیگه بره کلاب. نه خب دارم میگم مشکلی ندارم. من مشکلی نداره که من آزاد، من هیچ وقت نمیام تستش کنی. من هیچ وقت نمیام بگم نه رو. ولی اگه خودش بیاد اونجا بگه من نمیرم، جای مناسبی نیست که من برم، یا اینکه بیا با هم بریم، قطعا من اونجا رفتارم عوض میشه و خیلی تشکر میکنم ازش، میگم مرسی که همچین رفتاری نشون. خب باشه طرف یه بار دو بار اینو بگه، تو هر چیزی تو بخوای تستش کنی میگه خب اینکه بعد دیگه از اول تا آخر رابطه که قرار نیست تست کنی، که اولش واقعا تست کنی. آره اول که اینو بگی، از اول تا آخر که نه اینجوری پیش بره. من دارم راجع به استارت رابطه صحبت میکنم. با خودت هم رو درواسی داری؟ ببین تو با این قضیه مشکل داری، بگو من دوست دارم پارتنرمو تست کنم. تو در واقع با این قضیه مشکل داری، دوست داری پیشنهاد بدی با طرف بگه نه. خب چرا از اول با یکی نری که نکنه این کارو؟ چطور خودتو اذیت کنی؟ هر کسی ممکنه هر کاری بکنه. فکر رو در میاری ولی تو روشن فکر نیستی. هر کسی ممکنه هر کاری بکنه. هر کاری از هر کسی ممکنه بردا. خب باشه ببین، تا یه جایی یه سری ها سعی میکنن یه چیزی رو نگه دارن. تو وقتی برای یه موضوع ارزش قائلی و دوستش داری، نمیذاری یه سری چارچوبا شکسته شه. ولی وقتی که تو میخوای اون چارچوبات از بین بره، پس یعنی طرفت بعد اهمیتی نداره، بود نبود خدافظ، یه چنین چیزی میشه. خب تو اول رابطه که نمیتونی بگی که این آدم باید بمونه، که اول رابطه تو نمیتونی یه نفر اول رابطه است که پایه های رابطه رو میچینی. خب دقیقاً پایه های رابطه از هم از همین جا میتونه مشخص بشه. خب شاید تو داری مشخصش میکنی، تو داری یه دونه آفر به یارو میدی که تو این کارو بکن، اونم از اولش تو ذهنش این شکل میگیره که تو با این قضیه. خب فقط یه دونه آفر که نیستش، 20 آفر دیگه هست. شما چرا فقط رو یه دونش کلید کردی؟ ولی آره میتونه چیز باشه، میتونه دچار سوء تفاهم بشه آدم. به نظر من ممکنه روی سری آدمای این موضوعی که من میگم جواب بده، روی سری برعکس جواب بده. ولی در کل روش تاکسی. خب یه سوال، تو دیدگاهت مرسی
تو دیدگاهت کیمیا به غیرت چیه؟ مثلا پسر غیرتی باشه نباشه؟ آره باشه روشن. و غیرت رو به این نمیدونم که بگه لباس پوشیده بپوش. یعنی تعریف چی از غیرت؟ تعریف من غیرت اینه که طرفت احساس امنیت بده. من بدونم که همیشه یه نفر رو پشتم دارم. یکی رو دارم که همیشه حمایتم کنه. از نظر من غیرت یعنی این. اینکه یه پشتوانه محکم داشته باشی همیشه بدونی که یکی رو داری. غیرت. تعریف تو چیه از غیرت؟ منم حدودی همین بود. محافظت کردن از یه آدم، مواظب بودن از یه فردی که تو دوستش داری میتونه غیرت به حساب بیاد. چون که وقتی یکی باهات میره تو رابطه بهت پناه میاره. یعنی چه میدونم اون آدمی میشی که همه چیشو به تو میگه. یعنی ممکنه یه دیتیلی به تو بده که به دوستاش نگه، به خانواده‌اش نگه یا به هر کسی دیگه ای نگه. اون دیتیل فقط برای توئه و اینکه تو بعد از اونا محافظت کنی و اینکه بتونی بهترین ریاکشن رو بهش نشون بدی. اون میتونه غیرت درست باشه. تو کیمیا مثلا دوست داری که طرف مقابلت مثلا تتو اینا داشته باشه؟ من نه اصلا. اصلا نه. هیچی؟ تا یه حدی دوست دارم ولی زیاد نخوشم نمیاد. دوست دارم استایلای خیلی کلاسیک دارم. تو چی؟ کارمه دیگه. دوست داری که طرف مقابلت؟ آره چرا، بعدم هم نمیاد. من ولی نباشم برام اهمیتی نداره. چون من هر روز دارم میبینم دیگه، کافیه. کیمیا دیدگاه تو تعریفت از خیانت چیه؟ اینکه طرف حتی یه جایی بره به من نگه یا یه کاری بکنه که تو ذهن خودش میدونه که اون کاری که داره میکنه باعث ناراحت شدن من میشه. اون 100% نظر من خیانته. تو چی؟ تو شبیه همین تعریفه ولی مثل اینکه پارتنر من یه کاری بکنه و اینکه تلاش کنه که من اون کارو نفهمم. اینم به نظر من میتونه خیانت حساب بشه. به نظرت یه نفر به چه دلایلی نباید باهات دوست شه؟ یعنی اخلاق بدت چیه؟ من خیلی مودیم و اینکه یه خوردم شکاکم. پس بخاطر مودی بودنت میگی نباید دوست شم. بچه اخلاق خوبی داری؟ خیلی مهربونم. این رابطه امکان نداره خیانت کنم به هیچ عنوان. تا جایی که بتونم هم سعی میکنم خیلی به پارتنرم کمک کنم که بره بالاتر از اون لولی که هست، مخصوصا توی کارش یا تو هر چیز دیگه ای سعی میکنم که پیشرفت کنه. یعنی باعث پیشرفتش باشم تا اینکه بخوام من رو مخش و اینا. متعلق چه ماهی بودی تو؟ خرداد. چه روزی؟ سیه خرداد. تو چه ماهی؟ اردیبهشت. چه نزدیک. چه روزی؟ دو. خب تو چی؟ میتونه باشه که بعضی موقع خیلی سریع عصبانی میشم و این بعدش سریع آروم میشم. ولی یکیش میتونه این باشه. دومیش این که ممکنه یه سری جاها سر یه سری از موضوعات خیلی یه دنده باشم، ولی خب یه ذره سخت قانع کردنم، ولی قانع میشم. اینجوری نیستم که بگم مرغ یه پا داره. حالا اخلاق خوبه چی؟ اخلاق خوبم اینه که من وقتی یکی رو انتخاب کنم برای رابطه و اینکه باش برم تو رابطه سعی میکنم صدم رو بزنم. 100%. من هم آدم مهربونی هم نسبتاً. آره. بچه بدی نیستم. بعد شما نباشه پسر رو بدی نیستم. بچه رو هم رفته هست. خب ببینم مهربونیه یعنی با پارتنری یا کلن مهربونی؟ کلن آدم مهربونی. آها اینم بگم، کلن کسی کلن جدا از پارتنرم جدا از دوستام همه حالشون خوبه پیشه. من سعی میکنم که همه حالشون خوب باشه. یعنی کسی ناراحت نیست پیشه. من سعی میکنم که حال همه خوب باشه. تایپ ظاهری مورد علاقتون چیه؟ بیشتر کسی که خیلی پسری که خیلی لباسای لشه و گشاد نپوشه. من اسپورت خیلی ساده ولی بیشتر سبکای کلاسیکو دوست دارم. پسری که پیرن مردونه یه مثلا سفید و این کت و یعنی هیچ ربطی. نه 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 یقه باز میشه تا داشت دارم. بعد تعریف کرده یقه باز تا ناف. نه اصلا منظورم اون شکلی نبود. سر این مدل های اینستاگرام الان چه شکلی هم همه مثلا داریم الان اون سبکی ها. تو چی؟ من دوستم پارتنرم یه استایل برای خودش داشته باشه، فقط خودش اون شکلی باشه. این کلا جذبم میکنه که خودم هم تلاش میکنم در کل تلاشم برای این، حال نمیگم اجرایش کردم، ولی تلاشم در اینه که یه استایل واسه خودم داشته باشم. یعنی مثلا خودم اخلاقم اینجوریه که مثلا یه لباس بخرم برم تو خیام تن یکی دیگه ببینم، اینجوریه که مثلا میریزم به هم شکلی هم که چرا آخه چیزی که تن منه باید تن اون باشه. ولی یه استایل برای خودش داشته باشه به نظر من خیلی میتونه
خوب باشه. ببین نه خیلی چیز باشه، نه خیلی اسپورت باشه، نه خیلی کلاسیک باشه، یه سی ما بین اینا. چه چیزی اخلاقی جذبت میکنه کیمیا؟ خیلی این جنتلمنه که در ماشین برات باز کنه، اینجوری مثلا میاد دیت بازت گل بگیره. همون دیت اول یا کلا؟ نه حالا هر میشه 200 شاخه گل اینطوری نه، ولی مثلا یه شاخه گلی نمیدونم بهت همیشه بهت بفهمونه که داره تو رو به خودش یادآوری میکنه، یه چیز کوچیکی قبل اینکه بیاد، مثلا نمیدونم میخواد شکلات باشه، میخواد عروسک باشه، یه چیزی که بگه من تا روز که مثلا تو رو ندیدم یاد تو بودم، مثلا فلان چیزا واسه تو گرفت. آدم اکتیوی باشه، آدم این که نباشه که کلا تو خودش باشه، زیاد صحبت نکنه، چون من خودم خیلی صحبت میکنم. و اینکه باید دوتایی خیلی صحبت کنید که سخت میشه. نه اوکی، اونجوری خیلی اوکی تره تا که یه طرف کلا همینجوری بشینه تو هی تلاش کنی که بندازیش به صحبت. آدم اکتیوی باشه، آدم اجتماعی باشه، همین اهمیت دادم یه جوری رفتار بکنه که نشون بده که تو که به عنوان پارتنر انتخابت کرده قطعا با آدمایی که دورت نشستن فرق میکنه. بچه‌ها میخوام ازتون بپرسم که یه سری خصوصیات ظاهری طرف مقابلتون رو میخوام بپرسم که حدس میزنید، فقط بنویسید نگید چیزی. اول اینکه فهم کنین طرف مقابلتون رنگ موهاش چه رنگیه؟ واسه من سخت‌تر نیست یه ذره احساس کنم. آره خب همیشه واسه پسرا سخت‌تره. رنگ چشم، رنگ پوست، قد. رنگ پوست. آره قدشو حدس میزنید. و اینکه فکر میکنی الان طرف مقابلت چه استایلی داره؟ و اینکه فکر میکنی چه استایلی داره الان؟ بچلسی بلند بازه بسته هست مثلا چه جوره؟ به دوربین نشون بدین. به دوربین نشون بدین. میخوام که به طرف مقابلتون تا الان از 10 یه نمره بدین، مثلا بنویسین 10 زیرش یه خط اون نمرهی که میخواییم بدین. خط خطی داری میکنی؟ حالا من یه بار دیگه میخونم شما بگی. اول کیمیا تو بگو. مجلسی. رنگ مو رو چی نوشته؟ نوشته مش. قهوه‌ای نوشته. اصلا سوالا رو ترتیبش نمیدونم. اولی گفته قهوه‌ای. قهوه‌ای. رنگ مو مشکی. مشکی. رنگ چشم؟ رنگ چشمش عسلی. میشه الان اینجا فوتوش عسلی کنیم. مشکی. خب رنگ پوست؟ گندمی. سبز. سبز. قد؟ 160. 187. بعد استایل؟ یعنی استایل مجلسی؟ شیکو مجلسی شما چی؟ تتو داره اسپورت. تتو داره اسپورت. بعد مو رو چی نمیشه؟ باز و متوسط. شما چی؟ موی کوتاه. موی کوتاه. موهاش بلنده؟ من نمیتونم بگم. تقلب میخوای. کیا حدس میزنی که چند سالش باشه هرشیا؟ من فکر میکنم که 25-26. تو حدس میزنی چند میشه؟ 22-23. بچه ها داریم به لحظه هیجان انگیزی که میخوایم دیوار بینتون رو برداریم نزدیک میشیم. به عشق تو نگاه اول اعتقاد دارید یا نه؟ نه. خیلی تو هم نداری هرشیا؟ موهات بلنده گفتی. تنها چیزی که مهم واسه کیمیا موهات. سه دو یک. سلام خوبی؟ موهاش بلنده. موهام بلند بود. دیدی موهام بلنده؟ موهاش بلند بود. چرا با تتو مخالفی میتونم بپرسم؟ آره. اولین سوال من از تو. من اندازه کافی خودم تتو دارم دیگه، گفتم دیگه چه خبره. بیشتر از این لازم نمیشه. مجلسی هم نباشیدم. ولی راست میگه دیگه، میگه من چون تتو زیاد دارم دیگه اگه طرف ما رو شوشه دیگه خیلی نه من زیاد دارم همین راست میشه از حد میشه میدونی مثلا هم میگن دفتر نقاشی ها رو چقدر بده که من اون دفتر نقاشی ها رو خودم میسازم. آره نه خب فکر کنم این قضیه اوکیه، اینکه خودت نباید زیاد داشته باشی. خب الان سنه کیمیا رو چند حدس میزنی؟ 23-24. تو چی؟ 25. بچه ها کاغذاتون رو بردارین، کاغذ جدیدتون رو. میخوام که به
ظاهر و اخلاق و حالا هر چیزی که بوده یه بار دیگه امتیاز بدین ولی نبینید دیگه. دلیلی که واسه امتیازی که دادین رو بگین. موهاش بلنده. تو چی؟ امتیازی که دادم دلیلش نظرم واسه استایلش بود. ازتون میخوام بپرسم که دوباره با هم دیگه دیت میرین یا نه و با لایک و دیسلایکی که طرف مقابل نبینه میخوام که به دوربین فقط نشون بدین. بچه دمتون گرم، من که حسابی لذت بردم از این بازی و فانی که با هم دیگه داشتیم. خیلی خوش گذشت. آره انقدر استرس نگرفتم. استرس از اون ور پرده موج می‌زد اومدیم. اصلا هول کرده بودم. بعد دیسته با حالی که داشت همه این حسا رو با هم تجربه کردیم، استرس و خنده و نمیدونم آشنایی و اصلا همه چی با هم دیگه بودش. چه دست بخارشون بزنیم. دست ندار. مرسی، امیدوارم از دیدن این اپیزود لذت برده باشین. تا اپیزود بعدی، چکرم.